با درود خدمت بینندگان از مردم تیوی، خوبین، خوشین، سلامتین. آقا ما این صدا اینو درست کنیم. داستانی شد و چه خبرایی شده. داوود هزینه چند وقت پیش ما گفتیم گرفتنش، درست شد، ما گفتیم که گرفتنشو، ولی هیچ فیلمی نبود ازش. همه هم نشون میدادن یکی سرش با این بردن، گفتن این مسعود ترکیبیه، اون گفت این داوود هزینه است، ولی هیچ تصویری ازشون نبود. مسعود ترکیبی رو خب تو ایران نشون داد، هواپیما اومد پایین. داوود هزینه پاسپورت ترکیه داشت. من وقتی بهتون میگم این کشور امن نیست، مخصوصا موقع به این پناهنده ها میگم، همه میرن ترکیه، میگم ترکیه با ایرانه، میگیرن قشنگ چشاتو میبندن میفرستنت ایران. کشور درستابی که نیست که، برای پول همه کاری میکنن. داوود هزینه پاسپورت ترکیه‌ای داشت، گرفتنش، بردنش، تحویل ایران دادنش. بعدم یه انگ قاچاقچی و اینا. اصلا شما هر کاری هم کرد، وقتی سیتیزن یک کشور میشی باید اوکی، قاچاقچی بوده، آدم کش بوده، هر چی بوده، نمیگم آدم خوبی بوده، من خیلی ازش بدم میاد، ولی میخوام ترکیه رو بگم، باید شما مینداختینش تو زندان ترکیه که دهنش بیشتر سرویس میشه. تو ایران کاریش ندارن که، یه پولی میده میاد بیرون. مثلا میلاد حاتمی بود، ساعت و انگشتر و اینا، ولی ترکیه با ایران هماهنگه، میگن آقا فلان اینو بدین، خبر کاظم صدیقی که دزدی کرد و اینا بخوابه چیکار کنیم، شما اخبارتون نشون بدین که ما داوود هزینه رو تحویل ایران دادیم. فیلمش اومد بیرون، یهو اصلا منفجر شد. اینم از این بابا، این ادعاش میشد، این رفت تاجیکستان یا قرقیزستان، نمیدونم قزاقستان، این استانا دیگه، استان، رفت اونجا که گفت ترکیه چیه، من ایرانی ام، من ترکا اینجوری بیرونش کردم. دوباره برگشت ترکیه با یه زن پیرزنه ازدواج که شوگر مامی بود، گفت من ترکم، نمیدونم چی، شروع کرد ترکیه حرف زدن، گفت من ترکم و من ایران چیه و اینا. گرفتنش، الان کت بسته، تحویل جمهوری اسلامی دادنش. اینم از داوود هزینه، بریم ویدیوشو ببینیم. Gerçekleştirilen operasyonda kalmış olduğu eve baskın gerçekleştiriyor ve işte bu şekilde yakalanıyor. Bir اسمش هم میگه، یعنی دیگه چیز نیست، دروغ نیست بگیم آی این الکی کلش من میگه. Diğer zanlı, o da İran uyruklu Davut Gafari, görmüş olduğunuz bu o 60 kişi içerisinde yine İran uyruklu bu kişi de insan kaçakçı. اینا هم داستانی دارن، تو همین اروپاش هم هست. طرف 25 سال بیکاره، 20 سال بیکاره، همین رفیق ما دزد از آب در اومد، یا دزدی میکنن یا میشینن تو خونه پول مفت از دولت میگیرن، یا میرن تو ایران خالی میبندن. ما اونجا بعضمون توپ هر روز با یه دختر، انگار تمام دخترای اروپا وضعشون خرابه، اصلا یه چیز عجیب غریبی. اینم همین، ماشین اینجوری، ماشین اونجوری، ساعتای اینجوری. ترکیه هم مرکز اجناس فیکه، ساعت فیک، حالا ماشین رو میرن اجاره میکنن، اون کاری نداره، ولی بقیه چیزاشون فیک بود. بیا گرفتنش، دهنش ve kara para aklama gibi suçlardan aranıyordu. اینجور که من شنیدم این تو ایران ساقی شیشه بوده، مثلا حالا برد بیچاره است. Hakkında kırmızı bülten vardı. Bugün gerçekleştirilen o operasyonla birlikte o da kıskıvrak yakalandı. Özellikle bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yapmış olduğu açıklama. خیلی ادعاشون شد، میگو ببین منو نمیتونین بگیرین، من داوود هزینه ام. اون مسعود ترکیبی هم میگفت اون بدبخت جایی نداشت، آوارن اینا دخترای بدبخت رو میکشونن تو این کشورها به هوای پول. الله به خدا همه چی پول نیست، میکشونن تو ترکیه و این برنامه، پاسپورتاشون رو میگیرن، بعد ازشون سوء استفاده میکنن. دختره هیچ راهی نداره، یعنی مجبوره، چون پلیس بگیرتش میندازتش زندان، پاسپورت نداره که برش گردونه که. اینم اما آدم ها بود. Bunun devamının geleceği mesajlarını verdi ve bu operasyonu gerçekleştiren emniyet teşkilatına da teşekkürlerini iletti diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. امیدوارم که اون اصلیارم که گفتن گرفتن دکتر نمیدونم چی چی بود، اون پسرش هم بگیرن، تیپ چیز میزنه، انریکه میزنه، اونم بگیرن، این کلا این سایت های قمار جمع بشه. ببین همه جا هستا، تو اروپاش هم هست، ولی نظارت میشه. اینجوری نیست یه نفر بیاد بگه من از امروز سایت میزنم. یعنی چی تو سایت میزنی؟ تو چی کاره ای؟
اینجا هم هست ولی دولت نظارت میکنه، نمیتونه کسی پول کسی رو بخوره. بعدم همیشه تو در ارتباطی با بانک، هر لحظه میتونی حسابتو بگی آقا این حسابو ببند، این شماره حساب اجازه نره تو حسابم پول بردار، هزار تا راه داره تا برنامه بعدی بدرود.